درود بر شما همراهان گرامی و بینندگان وفادار کیوسک به این بسته ی خبری خوش آمدید امروز با سه خبر کوتاه و مهم با شما هستیم لو رفتن ویدیوی کسافت کاری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقابل چشم میلیون ایرانی سپیده قلیان زن مبارز شجاع یک تنه دستگاه غذایی رژیم را به لجن کشید نتیجه مماشات با حکومت آخوندی ریال ایران ارزانترین پول جهان است دعوت میکنم در ادامه بیننده مشروع این خبرها باشید اما پیش از اون به مناسبت نزدیک شدن به شهریور و سالگرد کشته شدن جوانان آزادیخواه و مبارزه وطن ضمن دعوت از شما برای تماشای بازپخش سخنان مهم شاهزاده رضا پهلوی درباره چرایی و انگیزه مبارزه که برای هر ایرانی مرور هر روزی آنها واجب است از شما عزیزان درخواست میکنیم با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در قسمت کامنت ها به بیشتر دیده شدن این خبرهای یاری برسانید از همیاری شما سپاسگزاریم. شاهزاده شما به همراه خانوادهتون در آمریکا زندگی آرومی دارید زندگی بی دارید از طرف دیگه به خاطر جایگاهتون دیدید که بر سر محمد رضا شاه پهلوی پدرتون چه آمد در تاریخ خوندیم که بر سر رضا شاه پهلوی پدر بزرگ شما چه آمد انگیزه شما برای مبارزه چیه چرا وارد مبارزه شدید و اون زندگی رو رها کردید برای که فکر کنم مردم ایران با او تاریخ با اون فرهنگ با اون سنت با این همه زیبایی که کشورمون داره مستحق و سزاوار آینده بهتری هستند ما چرا باستی وضعیتی داشته باشیم که یه زمانی بود که ایران رو واقعا در خیلی جاها با یک حالت دیگه نگاه میکردن حالا جاش چیز شده که همه وقتی نمایندگان جمهوری اسلامی ظاهر میشن با یه نگاه منفی و یه حالتی که این کشور رژیم تروریست پرور ایجاد کرده اصلا چه برخوردی باهاش هست یعنی در واقع شأن یه مملکت این وسط در کار هست آبروی مملکت در این وسط در کار هست و عظمتی که اون تاریخ و اون فرهنگ برای مردم داشته این رنسانس ایرانی و ایرانیت در مقابل اسلامیت که واقعا نتیجه کار و اقدام همین نظام بوده ببینید در آن کجا رسیده از زمانی که از سه 4 سال پیش بلدت رفتن جلوی مقوره کورش در پاسارگاد و اصلا یک نور رنسانس بوده تا همونجا بهشون گفتم مبادا اینکه که فکر کنید جستجوی هویت ایرانیمون به قیمت ستیز با عرب ها یا با اسلام یا با هر چیزی از این قبیل باشه ما لازم نداره با چیزی در عناد و ستیز باشیم برای درک هویت ملی خودمون این رو هم این نصف کنم بیشتر و بیشتر درک میکنه تا در مقایسه با اینا جزء چیزهای بسیار مهمی است و وقتی که من میدم این پتانسیل در مملکت هست وقتی که میگم این درک هستش بعد که میدونم که این امیدی که همیشه در ذهن داشتن که اینطور نخواهد موند و یه روزی بالاخره این مملکت بیدار خواهد شد دوباره و راه خودشو پیدا خواهد کرد هزینه که تو این 43 سال پرداختم که میتونستم به قول شما برم دوباره کار زندگیم الان داره بالاخره ثمره میده الان این پتانسیل رو میبینم نه که برای خودم چیزی بخوام که نخواستم و نخواهم خواست ولی میبینم که این میارزید که این کار انجام میشه تا بالاخره برسیم به مرحله که الان این درک و آگاهی هستش مملکت ما میتونه برگرده واقعا به یک زمانی که همون اعتباری که داشت کسب کرد در دنیا صد مقابل بیشتر هم در آینده کسب کنه اون فقط به خاطری که خود این مردم امروز در خودشون این قابلیت و این توانایی رو میبیدن و میتونن برگردن به جایی که واقعا اون به صلاح کرامت انسانی از بین رفته رو از نو پس بگیرن و بتونن نشون بده که ما هم میتوانیم بهتر از خیلی ها همون آزادی و همین اصولی که دنیای آزاد تو کشور خودمون پیاده کنیم به دست خودمون و به خواست خودمون شاهزاده نظام پهلوی سپاس بزارم از شما سپاس از شما در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم لو رفتن ویدیوی کسافتکاری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقابل چشم میلیونها ها ایرانی پس از افشای ماجرای حمام منصوری و فساد اخلاقی سعید توسی این بار انتشار ویدیوی رابطه جنسی رضا سختی که متحل و صاحب سه دختر است در شبکه های اجتماعی مهر رسوایی دیگری بر پیشانی حکومت زد رضا سختی از نزدیکان علی خامنه ای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان مؤسس قرارگاه فرهنگی افاف و هجاب و سرکوبگران هجاب اختیاری به دلیل ارتباط با یک پسر جوان برکنار شد همزمان با گزارش هایی از رابطه جنسی رضا سختی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با یک مرد جوان برخی منابع بدون اشاره به جزئیات از برکناری او خبر دادند سایت خبری گیل خبر روز چهارشنبه 28 تیر ماه نوشت رضا سختی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به دلیل هواشی ایجاد شده در روزهای اخیر از کار برکنار شد و عبدالرضا علی پناه به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منصوب شد. گیل خبر به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. همزمان کانال تلگرامی رادیو گیلان که 100 هزار فالوور دارد نوشت بر کناری سختی با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی صورت گرفت. هنوز دولت ایران موضع رسمی در این مورد نگرفته اما محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه در یک ویدیو که ظاهرا بعد از جلسه هیئت دولت است گفته چند مدیر مجموعه های مرتبط با وزارتخانه را به خاطر جدی نبودن در اجرای قانون هجاب برکنار کردم از یک روز پیش ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که انتشار دهندگان آن مدعی شدند که رضا سختی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با یک مرد جوان رابطه جنسی دارد. گزارشی از هویت مرد دیگر این فیلم منتشر نشده، اما گفتگوی این دو مرد شامل مکالمی درباره محل دفن هوشنگ ابتهاج شاعر درگذشته است. در فضای مجازی نقل شده که رضا سختی متأهل و صاحب سه دختر است و سرکوبگران حجاب اختیاری در گیلان محسوب می شود. سختی متولد 1357 در رشت 11 آذر 1400 بعد از استقرار دولت ابراهیم رئیسی با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای فیروز فاضلی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان شد. عمده سوابق او در حوزه های حکومتی از جمله مسئول ایثارگران اداری فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مؤسس و سردبیر نشریه قلم کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان بود. او بعد از مدیر کلی در جلسات مدیران ارشد در گیلان حضور پررنگی داشت و همزمان با اعتراضات سال گذشته از جمله مدیرانی بود که خواستار برخورد با مخالفان حجاب اجباری بود رضا سختی اردی بهشت امسال از راه اندازی هایپرمارکت حجاب در گیلان خبر داد و همچنین دستور به تشکیل نمایشگاه افاف و حجاب در تالار مرکزی رشت برای تولید البسه متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی داد خبرگزاری ایرنا 25 خرداد 1402 خبر داد که سختی قرارگاه فرهنگی افاف و حجاب محل محور در گیلان تشکیل داده است اما موضوع او در اینستاگرام هم پیش از این جنجالی شده بود او در یک استوری اینستاگرام بیهجابی و پوشش های زننده در شهرها را محصول ولنگاری فرهنگی دولت حسن روحانی نامیده بود و از مخاطبانش کمک خواسته بود که به او کمک کنند تا این صحنه نامناسب را از شهر پاک کنند سپیده قلیان زن مبارز شجاع یک تنه دستگاه قضایی رژیم را به لجن کشید دادگاه آنلاین سپیده قلیان زندانی سیاسی با شکایت آمن سادات زبیه پور بازجو خبرنگار صدا و سیما که قرار بود صبح چهارشنبه 28 تیر ماه برگزار شود در پی خودداری این فعال مدنی از حضور در دادگاه با حجاب اجباری لغو شد خبرگزاری میزان ارگان خبری قوه قضایی ضمن اعلام این خبر سپیده قولیان را به نشر اکاذیب علیه آمن سادات زبیه پور متهم کرد و به نقل از مسئولان شعبه 1207 دادگاه کیفری دو نوشت علیرغم حضور ریاست دادگاه نماینده دادستان نماینده شاکی و انتظار طولانی مدت دادگاه سپیده قلیان با عنایت به توصیه های فراوان حاضر به رعایت اجاب و شمون اسلامی نشد لذا برای تشکیل جلسه به دادگاه اعزام نشد سپیده قلیان پیشتر گفته بود که آمن سادات زبیه پور با نام اسکری در مراحل شکنجه و بازجوییش در زندان اوین حضور داشته است قرار بود رسیدگی به شکایت آمن سادات زبیه پور علیه سپیده قلیان صبح چهارشنبه در پلتفرم اسکایروم و به صورت علنی برگزار شود. سپیده قلیان ابتدا اعلام کرد که در دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی شرکت نمی کند اما پس از دریافت ابلاغیه روز سهشنبه 27 تیر در نامه ای خطاب به مردم ایران نوشت امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد. از آنجا که از بازگویی حقیقت در منع عام هیچ ترسی ندارم تصمیم گرفتم در این بیدادگاه شرکت و از خودم دفاع کنم قلیان در این نامه از خبرنگاران و فعالان نیز خواست در میان خیلی امنیتی کاران خبری و فرهنگی در دادگاه او حاضر شوند و سراغ حقیقت را بگیرند اسفند 1401 ویدیویی از سپیده قلیان در رسانه ها و فضای مجازی فراگیر شد که نشان میداد اندکی پس از آزادی در همراهی با خیزش سراسری شعار میدهد خامنه یه زحاک می کشیمت زیر خاک پس از انتشار این ویدیو ماموران حکومتی بار دیگر او را بازداشت کردند و قوه قضاییه نیز پرونده جدیدی برایش باز کرد مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز 22 فروردین در یک نشست خبری باز شدن پرونده جدید علیه سپیدی قلیان را تایید کرد و مدعی شد که این فعال سیاسی مرتکب اهانت شده است. سپیدی قلیان در پرونده مربوط به شعار علیه علی خامنی رهبر جمهوری اسلامی با حکم دادگاه به دو سال زندان و مجازات تکمیلی شامل منع عضویت در گروه های سیاسی اجتماعی، ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند و منع اقامت در تهران و استانهای همسایه به مدت دو سال محکوم شد. پس از آن مهدی قلیان برادر سپیده قلیان در اینستاگرام نوشت که خواهرش بابت ده ثانیه ویدیو به دو سال حبس محکوم شده است پوران نازمی فعال سیاسی در ارتباط با لغو دادگاه علنی سپیده قلیان میگوید این نیرنگ جمهوری اسلامی بود که با شجاعت و عدم قبول هجاب اجباری از سوی او در دادگاه برملا شد این زندانی سیاسی سابق روز چهارشنبه 28 تیر ماه در مصاحبه با رادیو فردا گفت ما از دیروز حدس میزدیم که این یک نیرنگ باشد اگر سپیده با حجاب در دادگاه حاضر می شد این یک پیروزی برای جمهوری اسلامی محسوب میشد حتی ما شک داشتیم که آنها اجازه دهند رسانه های آزاد یا, یا حقوقدان ها حضور یابند اما این نمایش دیگری از سوی جمهوری اسلامی بود که به دست سپیده شجاع و عزیز ما رو شد خانم نازمی با اشاره به این نکته که بعید بود جمهوری اسلامی اجازه دهد صدای سپیده قلیان در این دادگاه شنیده شود خاطر نشان کرد واکنش مردم و فعالین مدنی که در زندان اوین برای شرکت در این دادگاه حضور داشتند این بود که اگر اجازه دهند صدای این زندانی سیاسی شنیده شود او قطعا پیروز این نبرد خواهد بود پوران نازمی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا با بیان اینکه از مدت ها پیش از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بسیاری از زندانیان زن در راهروها و بندهای زندان اوین تن به حجاب اجباری ندادهاند گفت برگزار این دادگاه از قبل میدانستند سپیده قلیان حاضر نخواهد شد با پوشش مورد تایید جمهوری اسلامی در دادگاه حاضر شود او افسود انسانهایی که در ایران زندگی و از دور مسائل را بررسی می کنند متوجه می شوند که این رفتار سپیده نوعی نگفتن به استبداد و ظلم است اگر او یک قدم از این مسئله عقب می نشست به خون چند ست شهید زن زندگی آزادی خیانت می کرد نتیجه مماشات با حکومت آخوندی ریال ایران ارزانترین پول جهان است فوربس در گزارشی درباره ضعیفترین یا ارزانترین ارزهای جهان ایران را در صدر فهرست ده کشور با پایینترین ارزش پول رایج قرار داد در حالی که بسیاری با دینار کویت پوند بریتانیا فرانک سوئیس و دلار آمریکا و یورو در اتحادیه اروپا به عنوان با ارزشترین و قدرتمندترین پولهای جهان آشنایی دارند فوربس نام ایران را در صدر فهرستی شامل ویتنام سیرالئون اندونزی لبنان گینه پاراگوه اوگاندا قرار داد به گزارش تجارت نیوز در حال حاضر هر دلار آمریکا در مرکز مبادله و صرافی ملی حدود 42 هزار تومان و در بازار آزاد بیش از 48 هزار تومان مبادله می شود. به گزارش فوربس که برآوردهای خود را طبق نرخ دلار در مرکز مبادله و نرخ رسمی دلار در ایران تنظیم کرده است، هر دلار در ایران بیش از 42 هزار تومان معامله می شود. پس از ایران دونگ ویتنام قرار دارد. هر دلار آمریکا با بیش از 23 هزار دونگ ویتنام معامله می شود. در همین جدول هر دلار آمریکا در گینه با بیش از 8 هزار فرانک مبادله می شود. در اوگاندا نیز هر دلار برابر با بیش از 3 هزار شیلینگ است که فاصله قابل توجهی با نرخ برابری دلار و ریال ایران دارد. در همسایگی ایران عراق هر دلار آمریکا با حدود 1300 دینار عراق مبادله می شود. در این گزارش حتی لبنان با یکی از وخیمترین وضعیت های اقتصادی در جهان هم در جایگاهی بهتر از ایران ایستاده و پنج پله قبل از ریال قرار دارد. به گزارش فوربس، پوند لبنان در جایگاه ششم جدول ضعیفترین ارزهای جهان قرار دارد و هر دلار آمریکا بیش از 15000 پوند لبنان مبادله می شود که همچنان وضعیت بهتری از نرخ برابری ریال ایران در مقابل دلار آمریکا دارد. همراهان عزیز از توجه و همراهیتون سپاس تا بخش بعدی خبرها خدا نگهدار